برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. محافل انس با قرآن و عزاداری به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به همت مجمع علمی قرآن کریم آستان عباسی در عراق برگزار شد. مرکز قرآن کریم نجف وابسته به مجمع علمی قرآن کریم آستان عباسی بر این محافل نظارت داشت و گروهی از قاریان مرکز و شهروندان عراقی در آن حضور یافتند. سازمان مبارزه با تروریسم در عراق دو روز پیش با انتشار بیانیه‌ای از کشته شدن تعدادی از سنی‌های تندروی داعش در عملیات‌های مختلف نیروهای یگانه ویژه ارتش عراق در منطقه وادی اش‌شای در استان کرکوک خبر داده بودند، اما به دلایل امنیتی جزئیات این عملیات اعلام نشده بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این بیانیه، حمود ابراهیم احمد عبدالله جبوری معروف به ابو جعفر مهمترین تروریست کشته شده در این عملیات بوده است. وی حاکم شرعی داعش در کرکوک بود. مرکز چاپ و نشر قرآن در ایران با نمایش 60 تابلو در دومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در منطقه بین الحرمین در شهر مقدس کربلا سیر تحولات در کتابت قرآن را در این مکان به نمایش درآورده است. عید مبعث در عراق روز جهانی قرآن نامیده شده و نمایشگاه بین‌المللی بین‌الحرمین در راستای فعالیت‌های این روز به همت آستان مقدس حسینی برگزار شده و در آن با عرضه 60 تابلو مراحل تحول کتابت قرآن از زمان نزول وحی تا دوران معاصر را شرح داده و به تصویر کشیده است. منابع محلی گزارش دادند 32 عضو گروهک سنی‌های تندروی الشباب در عملیات نظامی و هوایی در مرکز این کشور کشته شدند. ارتش سومالی به کمک ساکنان محلی و متحدان بین‌المللی که به نام آنان اشاره نشده این عملیات نظامی را اجرا کرد. از سوی دیگر خبرنگار آناتولی ترکیه به نقل از یک منبع آگاه در سومالی شمار کشته شده های الشباب را 75 نفر اعلام کرده است.